کار رو بکنن. من امشب از یک دوست خوبمون که همیشه از حرفاش استفاده میکنم و از حضورش بسیار خوشحال میشم دعوت کردم که در برنامه ما باشن. آقای محمد امینی، نویسنده، برنامه ساز، از همکاران ما در تلویزیون اندیشه که ما مدت ها با هم دیگه صحبت میکنیم و شاید هم در بسیاری از مسائل آنچنان که باید و شاید با هم موافق نباشیم، اما این دلیل نمیشه که نتونیم با هم حرفامون رو بزنیم و با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. آقای امینی عزیز، بسیار محبت کردین که برنامه آمدین. با درود گرم با شما و همچنین بینندگان ارجمند تلویزیون اندیشه، شاید بخش نخست برنامه رو بد نباشه که بپردازید به جنبه های تفاوت نظری که اومد دارید، چون من نمیدونستم که این تفاوت های نظری زیاد با من داشته باشید. از کنم که تفاوت شاید در انتخاب لباس، انتخاب کراوات و آرایش مو اینها باشه. خب آقای امینی عزیز، این مطالبی رو که آقای جنتی فرمودن و وحشت کردن از اینکه یک موقعی یک ملتی برسته به جایی که فکر بکنه که زن و مرد با هم تفاوتی ندارن و احتمالاً داره حقوق مساوی هستن و از این موضوع وحشت کرده، چی در موردش فکر میکنید؟ جناب کاردان، نپذیرفتن برابری زن و مرد در زمینه حقوق و مسائل اجتماعی پدیده تنها اسلامی نیست. این یه پدیده تاریخی است که در میان باورمندان به همه آیین‌های تک خدایی و حتی آیین‌هایی که باورهای دیگری داشتن، فرهنگ‌های حتی غیر دینی وجود داشته. زن و مرد با هم برابر نبودند و این برابری حقوق زن و مرد یک دستاورد بزرگ جامعه مدرن امروزی ماست که پذیرفته شده که حقوق زن و مرد با هم یکیست. و بنابراین این سخنی که ایشان مطرح کردن یک دغدغه‌ای است که از آغاز در میان کسانی که باورهای دینی داشتند، به ویژه در دنیای اسلامی که ما هم در اون زندگی میکنیم، وجود داشته. جالب اینجاست که در کشور ما خیلی ها نمیدونن این رو که ما یکی از نخستین کشورهای جهان هستیم که در زمینه برابری حقوق زن و مرد یه چالش روشنفکری در نزدیک به 108 سال پیش در جریان انقلاب مشروطه در ایران درگیره. اصل 8 متمم قانون اساسی ایران میگوید که اهالی مملکت ایران، اهالی یعنی اهالی وقتی میگوید یعنی مرد و زن و ترک زبان و کرد و بلوچ و شیرازی و اصفهانی و خراسانی و همه، اهالی مملکت ایران در برابر قانون دولتی متساوی حقوقند. البته در نظامنامه انتخابات مجلس اول زنان از حق رأی محروم شده بودند. در اون زمان هیچ جای جهان زنان دارای حق برابر در زمینه‌های حقوقی و مردان نبودند. کمیسیون نظامنامه انتخابات مجلس دوم نخستین مجلس جهان است که به حق رأی زنان رأی داده، پذیرفته اون رو، و در اون مجلس دوم مدرس با آوردن آیاتی از سوره نساء مخالفت کرده و جلوی این لایحه رو گرفته که به زنان حق رأی داده بشه. و نخستین بار هم که به زنان در ایران کوشش کردن حق رأی بدهند در دوران زمانداری زندیات محمد مصدق در نایه انتخابات شهرداری ها بود که با مخالفت شدید روحانیون و از جمله آیت الله بروجردی روبرو شد و آیت الله بروجردی با دست خودش دست خطی برای رئیس مجلس فرستاد که در کشور اسلامی زنان حق رأی ندارن، حتی حقوق رو بذاریم کنار، از حق رأی. و سرانجام هم در دوران پس از اون، در دوران جریانی که به نام شش بهمن و انقلاب سفید معروف شده، زنان هم به رأی هم پیدا کردن. اما حقوق زنان با مردان هیچ وقت در ایران به اندازه‌ای که باید برابر با مردان نبوده. اما قابل قیاس با اون چیزی که امروز در سخنان این رهبر دینی میشنویم و یا در قانون اساسی جمهوری اسلامی منعکس است نبوده.
بر روی زنان ایران در درازای 150 سال گذشته با چالش‌های اجتماعی خودشون در تمام دوران، از شاید میانه دوران ناصرالدین شاه تا دوره انقلاب مشروطه، دوره رضا شاه و سپس دوره محمد رضا شاه، دستاوردهای بزرگی رو به دست آوردن، یعنی توانستن به دستاوردهای نائل بشن که حقوق بسیاری به اونها تعلق گرفته. و در جمهوری اسلامی ما شاهد واکنش منفی به این حقوق بودیم، یعنی زنان دارای نه تنها حقوق برابر با مردان نیستند، بلکه کوشش برای بازگرداندن اونها با به خانه، کوشش برای گرفتن حقوق به دست آمده از اونها در اونچه که در لایه خانواده مطرح شده بود در دوران محمد رضا شاه، و همچنین و از همه اینها مهمتر مجبور کردن زن ایرانی به پذیرش حجاب اجباری است. این آیت اللهی که ازش یاد کردی در واقع حقیقتی رو برام بیان میکنه. من در چندین برنامه، در برنامه‌های خودم در یک کلمه در همین تلویزیون اندیشه اشاره کردم، بدون یک رفرماسیون بزرگ در فقه اسلامی، اسلام نمیتواند، شیعه‌گری نمیتواند خودش رو با دنیای مدرن هماهنگ و همراه بکنه. و یکی از مهمترین زمینه‌های همراهی این آیین با دنیای مدرن پذیرفتن حقوق زنان هست، و این سراسیمه شدن و برهنه از گرمابه بیرون آمدن و فریاد زدن که این برجام به معنای برابری حقوق زن و مرد نیست، نشان دغدغه اونها از این چالش زنان ایران، جنبشی است که زنان ایران در پیشاپیش همه جنبش های ایرانی، همه جنبش های اجتماعی در ایران هستند. و من این واکنش ایشان رو به فال نیک میگیرم. من فکر میکنم درست فهمیدند. گرفتاری بزرگ در این است که زن ایرانی میخواهد دارای حقوق برابر باشه. البته مرد ایرانی هم کاری حقوق چندانی در این حکومت نیست، ولی میخواهد به حقوقی دست بیابد که این حقوق در اعلامیه جهانی حقوق بشر منعکس شده. و این دغدغه بزرگ روحانیون حاکم و چیره بر اینان هست. فکر میکنید آقای امینی عزیز با این وضعیتی که دارن میرن، الان داشتم نگاه میکردم به بسیاری از تصاویری که به خاطر ماه محرم آمده و بسیاری از مردم عزاداری میکنن، حتی بزرگانی هستن اونجا که گل به سر و روی خودشون میمالن، گل میمالن و عزاداری و زنجیر زنی. آیا این حکومت جامعه رو داره به نوعی مغشویی میکنه و به جایی میرسونه که راهی نباشه جز این که این حکومت رو قبول بکنن، و فاصله میندازه بین طبقه متوسط، طبقه ای که دلشون میخواد زندگی بهتر داشته باشن و دلشون میخواد حکومت آزادی داشته باشن، روز به روز بر تعداد اونا اضافه میشه و بر تعداد مغشویی شده ها به جایی میرسه که دیگه نشه کاری کرد. آیا این عملی است؟ آیا واقعا جامعه ما داره به طرف این نکاتی میره که مغشویی بشن مردم و به خرافات و این مسائل عقیده پیدا بکنن و عادت کنن؟ گمان نمی کنم جناب کاردان. اگر به جای انقلاب 57 من و شما رو آزاد گذارده بودن که هر روز در یک برنامه تلویزیونی به بررسی حقوق مردم بپردازیم و درباره حقوق زنان، درباره خرافات سخن بگوییم، اگر کتاب‌های زنده‌یاد احمد کسروی رو در چندین صد هزار نسخه چاپ کرده بودن، اگر کسانی کتاب نوشته بودن و کوشش کرده بودند که خدا و دین و همه این چیزها را از مردم بگیرند، به اندازه ضربه‌ای که جمهوری اسلامی در این 36-7 سال به باور دینی مردم زده، ما نمیتوانستیم موفق باشیم. یعنی هیچ کار اجتماعی و هیچ کار بیداری مردم به اندازه رفتار یک حکومت دینی در بیزاری مردم از یک حکومت دینی مؤثر نبوده. این چیزی که شما میبینید و به درستی اشاره میکنید، اینها نشانه های علنی رفتار یک حکومتی است که مشروعیت خودش رو از دست داده، تشت رسواییش از بام بر زمین افتاده. واقعیت این است که جوانان ایران، من در سفرهای خودم میبینم، در ایمیل هایی که دارم،
دیدارهایی که دوستان از ایران میکنند، جوانان ایران از مذهب گریزان هستند، نه تنها از خرافات بلکه حتی از مذهب گریزان شدند. خیلی ها به این نوع نگاه خرافی به عنوان یک خیب شبازی نگاه میکنند و درست است نقطه که میفرمایید، بخشی از مردم ایران همچنان تنیده در این، گرفتار در این خرافات هستند، ولی روز به روز بیشتر و بیشتر به ویژه در میان جوانان ایران، شهرنشینان ایران، مردم از این خرافات دوری میجویند و یکی از مهمترین عوامل اون شکست پروژه های اقتصادی سیاسی جمهوری اسلامی و از جمله گرفتاری های بزرگ زیستبومی در ایران است و اینکه میلیون ها جوان فارغ التحصیل دانشگاهی کار ندارند و این پیام عدالت اسلامی هرگز نتوانسته اجرا بشود، یک بنبست و بحران بزرگی رو در ایران ایجاد کرده. من جدا باور دارم که ما در دورانی به سر میبریم که جامعه ایران در راستای گریز یا دوری از این خرافات است و بیش از پیش ایرانیان از این نوع خرافات و باورهای جزمی دور شدند و زیر سوال بردند، زیر پرسش بردند بسیاری از این ارزش‌ها رو. و من اینو نمادها و نشانه‌هایی رو که در تلویزیون‌ها می‌بینید از تلویزیون‌های جمهوری اسلامی، اینها رو اونقدرها بهش بها نمی‌دم. فکر می‌کنم که ما در ایران با یک ضد فرهنگ روبرو هستیم، با یک ضد فرهنگ چیره روبرو هستیم که بسیار ارزشمند است و گرفتاری‌های اساسی برای حکومت ایجاد کرده. اینکه در مورد ماهواره بسیار پریشان احوال هستند، نگران هستند، اینکه اشاره میکنن که فرهنگ غربی بر ایران دارد چیره میشود، اینکه میگویند که همین مسئله که اشاره میکنن در مورد برابری حقوق زن و مرد، خب دغدغه اونها رو نشان میدن. من باور بر این دارم که این نفس آخر خرافات در ایران هست و ما در یک جریانی شرکت داریم که یا شاهد یک جریانی هستیم که با به قدرت رسیدن حکومت اسلامی در ایران، چهره یک رفتار دینی در ایران آشکار شده و مردم از اون بیزار هستن. حتی دینداران چنین رفتاری دیگر نمیپسندن. این است که من اتفاقا خوشبین هستم به روندی که در ایران وجود دارد. از جمله آقای خامنه‌ای که اخیراً این برجام رو تصویر کردن و گفتن که بفرمایید برید انجام بدید، اما چند نکته حساس ایشان فرمودن و مهمترینش اینه که گفتن نکنه یک دفعه آمریکا و کشورهای اروپایی بیان در مورد نقض حقوق بشر در این مورد با ما صحبت بکنن و حمایت از تروریسم و وحشت کردن از این قضیه. و به این آقای روحانی و دوستانی که دارن برجام رو اجرا کردن گفتن خیلی مواظب این قضیه باشید. بله حالا بله، مواظب بسیاری از مسائلی که باشید، مواظب این قضیه. در پیرو و همون فرمایشات آقای آیت الله که راجع به زن و مرد فرمودن، اینم دنباله همونه آقای امینی عزیز. ببینید بیش از این هست جناب کاردار. واقعیت این است که من با اینکه طرفدار این برجام میان یا تفاهم میان آمریکا و ایران هستم و فکر میکنم پیامد نیکی برای مردم داشته باشه، یعنی کاهش فشارهای اقتصادی به سود مردم باشه، بزرگترین خرده‌ای که بر این گفتگوها میگیرم این است که اتفاقا مسئله حقوق بشر رو از این گفتگوها دور کردن، یعنی به موضوع حقوق بشر کمتر پرداختن و این رو تنها در حوزه غنی‌سازی هستی محدود کردم. چرا موضوع حقوق بشر مهم است؟ برای که حقوق بشر تنها مربوط نمی شود به رفتار حکومت با شهروندانش، بلکه به آزادی روزنامه نگاری، به آزادی نویسندگی و چیزهای از این دست هم مربوط می شود. در واقع آزادی روزنامه نگاری و گزارش دهی است که می تواند این کشوری ها یا خطا یا پنهانکاری های تبهکارانه حکومت رو آشکار بکنه. فراموش نکنید در همین ایالات متحده آمریکا این آزادی رسانه‌ای بود که کارهای آقای نیکسون رو آشکار کرد، یا سرانجام مسئله دخالت نظامی در عراق رو برملا کرد که هیچ سلاح هسته‌ای در عراق وجود نمی داشت. آزادی روزنامه‌نگاری بخشی از حقوق بشر است و
این یکی از دغدغه‌های بزرگ حکومت است که همه حکومت‌های خودکامه، شما نگاه کنید امروز در اتحاد جماهیر شوروی پیشین، در واحدهایی که از اتحاد جماهیر شوروی پیشین جدا شدن، در یک واحد اونها از جمهوری آذربایجان گرفته تا قزاقستان و همه این کشورها رو در نظر بگیرید و از همه اینها مهمتر فدراسیون روسیه، آزادی روزنامه‌نگاری در برابر مردم نیست. این آزادی روزنامه‌نگاری که در ایران اصلا وجود نداره و باید بخشی از گفتگوها و فشار بر ایران می بوده و خانم عبادی در این زمینه واقعا به درستی اشاره کرده، خورده ای که ایشان به این پیمان میان شش کشور یعنی این کشورهای اروپایی و سازمان ملل و ایران گرفتن و یعنی پنج به علاوه یک، در این است که به موضوع و بشر هیچ بهایی نداده. دغدغه آقای خامنه‌ای هم در این است که با کنار رفتن مسئله هسته‌ای، دولت‌های غربی به فشار بر ایران در مورد حقوق بشر بیفزایند. البته دغدغه ایشان چندان به جا نیست، چون دولت‌های غربی بهایی به مسئله حقوق بشر اونقدرها نمی‌دهند مگر اینکه فشار اجتماعی باشه، کاری که من و شما باید انجام بدهیم، کاری که رسانه‌ها باید انجام بدن. ما باید اجازه ندهیم که در این تفاهمی که انجام گرفته موضوع حقوق بشر فراموش بشود. باید آنجای اونگونه که بنده باور دارم از این تفاهم به عنوان یک گشایشی برای مردم ایران پشتیبانی کرد، اما فراموش نکرد که هنوز یک حکومت تبهکار و متجاوز به حقوق بشر در ایران چیره است و تا هنگامی که مسئله حقوق بشر در ایران به کانون گفتگو و فشار بر ایران تبدیل نشود، ما همچنان با گرفتاری های اساسی در ایران روبرو خواهیم بود. دغدغه آقای خامنه‌ای هم در این است که مبادا آقای ظریف و روحانی به فکر این بیفتن که بحث پیرامون حقوق بشر رو آغاز کنن. بگذاریم که اونها اصلا در چنین زمینه‌ای علاقمند به کاری نیستن. حقوق بشر در ایران آنچنان نایاب و بیپایه و بدون هواداری است که جدا از اینکه حقوق بشر باشد یا غیره، رئیس مجلس پیشین ایران، نخست وزیر دوران جنگ هنوز در زندان خانگی به سر می‌برند. بشر به جای خود، کسانی که خود اونها بخشی از ساختار حکومت بودند، همچنان از حقوق محروم هستند، تا چه رسد به مخالفان و کسانی که به آزادی و حقوق بشر می‌اندیشند. آقای امینی عزیز، صحبت از خانم شیرین عبادی کردید و بر حال ایشان هم دارن کوشش میکنن، ولی یه جمله از ایشان خوندم که فرمودن اسلام به زنان احترام میگذاره. این لغت احترام برای من جالبه، یعنی برای من خودم هم به ایشون یادآور شدم. ببینید متاسفانه در میان اصلاح طلبان دینی و روشنفکران دینی و کسانی که از این خانواده نهضت آزادی بیرون آمدن و از خانواده ملیگرایان مذهبی ایران بیرون آمدن، این بند ناف دینی گرفتاری که برای اونها ایجاد می کند نه در این است که نباید دیندار باشند. پدر من تا پایان عمر در 94-95 سالگی همچنان نماز می خوند، باور دینی داشت، اما به حقوق برابر زن و مرد جدا باور داشت و این گرفتاری که برخی از این دوستان دارند و در گفتگوهای خصوصی که با اون هم انجام می دهیم آشکار می شود، این است که این بند ناف رو نبریدند، گریبان خودشون رو از یک رشته خرافات رها نکردند. و خانم عبادی هم در این زمینه سخنانی گفتن که در اسلام عزیز هم حقوق زنان رعایت می شود بی‌پایه است. سخن آقای اشکبری درست‌تر است. آقای اشکبری در یک سخنرانی در همین دانشگاه لس آنجلس، دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین عنوان کرد و در یک گفتگویی که من و ایشان در همین تلویزیون اندیشه داشتیم در برنامه آقای گوهرزاد، اقرار کردند، گفتند که اسلام متاسفانه در زمینه برابری و حقوق زن و مرد داوری درستی ندارد و ما باید امروز از غربی هایی رو یاد بگیریم و درست هم هست. واقعیت این است که کوشش در این که خب اسلام احترام میگذارد مانند این است که به زن احترام میگذارد. بگویم که در دوران بردهداری بردهداران به بردگان احترام میگذاشتند، با محبت به اونها رفتار میکردند. کدام سرمایه‌داری است که به کارگر احترام نگذارد؟ احترام گذاشتن یک واژه
بی پایه و بی مایه است. بنده به شما احترام میگذارم، ولی من تا اونجایی که یادم هست وقتی افراد میگن که من برای شما خیلی احترام قائلم، یه امایی هم پشتش هست، اون اماست که گرفتاری ایجاد میکنه. اسلام برای زن احترام قائل نیست، یعنی احترام به این معنا که بله مرد یک مسلمان میتواند از قرآن و از فقه شیعه و یا فقه اهل سنت این تفسیر رو بکنه که باید با زنان رفتار برابر یا رفتار یکسان داشت، ولی این در آیین نیامده. یعنی آنچه که شما در قرآن میبینید، آنکه شما در احادیث میبینید، در روایات میبینید، زن برای لذت مرد خلق شده و برای راحتی مردان. البته مردان از این بسیار لذت هم میبرن از این که چنین نابرابری رو برقرار خداوند از نظر اونها ایجاد کرده، ولی راستی این است که دنیای مدرن بحث‌های بی‌پایه رو در مورد احترام نمی‌پذیره. واقعیت این است که نکته ای است که بسیار بسیار زیبا بود از زبان یک زن آمریکایی که برای برابری حقوق مبارزه می‌کرد نزدیک به 100 سال پیش. اونها هم گفته بودن وی ریسپکت یو، نه برای شما احترام می‌ذاریم. گفته بود که من ریسپکت نمی‌خوام، حقوق برابر می‌خوام. به من ناسزا بگی ولی به من حقوق برابر بگی. ما خواهان حقوق برابر همه شهروندان ایران هستیم، از زن و مرد، از هر گرایش جنسی و جنسیتی، از هر تیر و تبار، از هر زبان، از هر آیین و بدون آیین. این بنیاد دنیای نوست، بنیای دنیایی است که ما در اون زندگی میکنیم و مقاومت هم در برابر اون در همه کشورها وجود داره، ولی در کشور ما این مقاومت قانونی شده و رسمی شده و اجازه این برابری داده نمی شود. احترام، من فکر نمی کنم که خانم، حتی خود خانم شینوادی هم تنها احترام بخواهند، بلکه بیشتر طالب حقوق برابر هستند. بله، نکته رو گفتین در مورد مردان و علاقه‌ای که به زنان دارن. یادتون باشه که نوید میدن و در اون دنیا در بهشت حوریان و بهشتی میان استقبال میکنن از مردان و غیره و غیره. بگذاریم. آقای امینی عزیز، فکر میکنید که این برجام به دوام حکومت جمهوری اسلامی کمک بکنه و حکومتی که مشکلات بسیار داره الان با این رابطه غیر یک جوری رابطه با غرب و همینطور پولهایی که پیدا میکنن دو مرتبه بتونن رو پاشون محکم بیستن و سالهای سال باشن؟ ببینید، اگر وضع ایران در این ورشکستگی اقتصادی بسیار دردناکی که با اون روبرو هست نبود، اگر درآمد نفت ایران تا 60% کاهش پیدا نکرده بود، اگر بشکه نفت در 110 دلار به 40 دلار نرسیده بود، من میتوانستم بپذیرم که آزاد کردن نزدیک 150 میلیارد دلار ذخیره ارزی میتواند یا پولهای گرفتار شده ایران در کشورهای خارجی میتواند به جمهوری اسلامی یاری برساند. حکومت از نظر اقتصادی ورشکسته است. 150 میلیارد که سهل است، 300 میلیارد دلار هم اگر فردا به حکومت ایران بدهند جواب پاسخگوی گرفتاری های اقتصادی ایران نخواهد بود. ایران در یک بنبست اقتصادی بدون پاسخ و بدون رهیافتی گرفتار است که این حکومت نمیتواند این جامعه را از این بنبست اقتصادی بیرون بیاورد و فشار اقتصادی که بر ایران هست، این پولی که در اختیار ایران قرار میدهند و پولی که بر اون خرج شده تا به حال، یعنی کشورهایی که بر اون پول را آزاد میکنند باور نداشته باشید که این پول رو بدون قرارداد آزاد میکنند. این پولها رو با قراردادهای کلان که بیشتر اونها هم در زمینهای جنگ افزار و امنیتی ازش استفاده خواهد شد بهره خواهند گرفت. از اون گرفتاری اقتصادی جمهوری اسلامی بسیار بسیار بیشتر از این است. من بر این باور هستم که پیامد برجام باز شدن جامعه ایران خواهد بود و بحران اقتصادی که در ایران وجود دارد عمیق‌تر خواهد شد. برخی از کسانی که از اپوزیسیون، به اصطلاح اپوزیسیون حکومت هستند، ولی واقعا بیشتر دلال این حکومت هستند، از این برجام استقبال میکنند به این دلیل که فکر میکنند که حکومت رو به سوی اصلاحات خواهد برد. من چنین باوری ندارم. من فکر میکنم که
واقعیت این است که ایران در یک سرآشیب نهایی قرار گرفته. شمارش معکوس حکومت ایران چند سالی است که آغاز شده و اینک در یک بحران بزرگ قرار داره و امروز در برنامه شما آشکارا و بدون هیچ گونه دغدغه از اینکه شاید سخن من نادرست در بیاید اعلام میکنم، ما باید در انتظار و شاهد جنبش های اجتماعی نیرومندی در ماها و سالهای آینده باشیم. ایران با یک بحران بسیار نیرومند اقتصادی روبروست و گریز و فرار از این بحران در توانایی حکومت کنونی ایران نیست و این پولی که در اختیار خواهند داد و باز کردن برحال درهای اقتصادی به سوی ایران در دوران کنونی که عربستان 10 میلیون بشکه در روز با تخفیف نفت میفروشد و به دنبال ورشکست کردن اقتصاد ایران است، هیچ گونه سودی برای ایران برای دراز مدت نخواهد داشت. من فکر میکنم حکومت ایران حکومت تمام شده است. گرفتاری بزرگ جامعه ایران در این است که ایران دارای یک بدیل سیاسی نیست، یک اپوزیسیون جدی در ایران وجود نداره. خارج کشور هم که بر روی اپوزیسیون هایی که به وجود آمده بیشتر جنبه های بازی و سیاست بازی و میایند و میروند و کاری هم نمی کنند. ما در ایران اگر یک نیروی اپوزیسیون نیرومندی می داشتیم، این حکومت تا به امروز، یعنی در این روزهای آینده، ماهای آینده، سال دست کم 1-2 سال آینده به پایان میرسید. گرفتاری در این است که هیچ بدیلی در برابر این ورشکستگی اخلاقی، مشروعیت سیاسی و فروپاشی اقتصادی حکومت امروز در ایران وجود نداره. ممنونم از لطف و محبتتون و مطالبتون رو با دقت داشتم گوش میکردم. شما با آقای مکارم شیرازی حتما آشنا هستید. ایشان کاملا در پاریس هستن. در پاریس خانم شیرازی. نه بخیر. فکر کردم مکارمی رو میگید. آقای آیت الله مکارم شیرازی. آقای مکارمی از دوستان خوب من در پاریس هستن. امیدوارم اگه ایشون این برنامه رو ببینن، من پوزش از ایشون میخوام که مقایسه کردم با آقای مکارم شیرازی. نه به هر حال شما یادی ازشون کردین دیگه، باید بدونن که ایشون. این عکسی رو که میخوام الان بهتون نشون بدم عکس جوانی ایشانه. بله. عکس جوانی آقای مکارم شیرازی است. در سال 1335 ایشان به خاطر نوشتن یک کتابی که به نام فیلسوف نماها بوده برنده جایزه سلطنتی ایران شدن و از دست پادشاه فقید ایران محمد رضا شاه پهلوی جایزه‌شون رو گرفتن. بله. و در نطقی هم که کردن بسیار از پادشاه تجلیل کردن و بله. حالا ایشان از بزرگان جمهوری اسلامی هستن. شما راجع به ایشون چه فکر میکنید؟ اینم عکس فعلیشونه، میبینید. بله. که با نوشتن این کتاب یک ریش سپیدی هم پیدا کردن و عمامه سپید هم دارن. به هر حال ایشان جزء بزرگان هستن الان. من کتاب فیلسوف نماها را خوندم و میتونم اینجا بگم خدمتتون که شاید نخستین کسی باشم که درباره این کتاب نقد نوشتم، نزدیک به 14 سال پیش، و موضوع جایزه گرفتن ایشون رو هم توضیح دادم. ببینید در رویدادهای پس از برکناری زنده یاد مصدق و اون دورانی که به وجود آمده بود، یکی از کارهایی که حکومت در اون دوران انجام داد باج به روحانیون بود، از جمله ویران کردن فضیلت القدس بهائیان که آقای باتمان به هیچ کلنگ دستش بود و عکساش رو انداختن، میدان دادن به آقای فلسفی که علیه بهائیان در منبر صحبت بکنه، و تعدادی از روحانیون هم میدان پیدا کردن، از جمله رهبر فدایان اسلام با پروانه دولت رفت در یک کنگره مؤتمر اسلامی در اردن شرکت کرد و حتی برای انتخابات مجلس 19 هم کاندیدا شد، البته بعدها گرفتن و اعدامش کردن. این آقای مکارم شیرازی هم در اون دوران از جوانان آخوند هنوز مجتهد نشده قم بود، البته اصلا مال قم نیست، ولی در کتاب فیلسوف نماها یک داستان هست، یعنی یک جنبه رمان داره در واقع، و کتاب نوشت و جایزه گرفت و خیلی هم خوشحال بود و تا چاپ پنجم این کتاب هم همچنان بر پشت کتاب نوشته بودن که برنده جایزه سلطنتی کتاب تا سال 41.
که خب اون جنب و جوش اسلامی که به وجود آمد و این آقای مکارم شیرازی هم یک باره عابد و زاهد شد، دیگه نه کتاب چاپ شد و نه در چاپ‌های بعدی که اینجا و اونجا هم به دست آمد دیگه عنوان جایزه سلطنتی رو نگذاشتم. اجازه بدید که برای اینکه موضوع روشن کنم یه خاطره یا یادماندی شخصی رو با شما در میان بذارم. من یک به یاد دارم که پس از چیرگی جمهوری اسلامی در ایران، هنگامی که آقای مقدم و پاکروان در زندان بودند و هنوز اعدام نشده بودند، از جمله خانم مقدم به منزل پدر من آمد، در شمران بودیم موره، و خیلی اصرار داشت، گریه میکرد و از پدر من درخواست میکرد که و به حق هم گریه میکرد، واقعا دل مشغول سرنوشت همسرش بود، که پدر من چون تصور وجود داشت که به دلیل اینکه پدرم از مخالفان حکومت گذشته بوده و بارها آقای مقدم و پاکروان ایشان رو به زندان فراخوندن، ایشان شاید بتوانند بروند و نزد آقای خمینی رسالت کنند و آقای مقدم رو از مرگ نجات بدهند. پاسخ پدر من به ایشان خیلی روشن بود، پاسخ این بود که اعدام خواهند شد اینها نه به این دلیل که رئیس سازمان امنیت بودند، به دلیلی که اسرار زیادی رو ازش اطلاع دارن و این اسرار زیادی که ازش اطلاع دارن و در گفتگوهای دیگری که پدر من با هاروارد کرد و با خود من داشت و در خاطراتش منعکس شده در این بود که در اون زمان بعد از دوران 28 مرداد تا آستانه انقلاب 57 سازمان اطلاعات و امنیت ساواک به بسیاری از آخوندهای ایران پول میداد، پول پخش میکرد. همین کسی که بعدها ترور شد و مسجد قباط رو اداره میکرد پول کلانی میگیره و این پول رو میان آخوندهای دیگر تقسیم میکرد. پدر من به ایشان و دیگر کسانی که در این مورد میاندیشیدن گفت که این افراد اعدام خواهند شد نه به این دلیل که رئیس ساواک بودن، به این دلیل که اگر اینها محاکمه بشوند اسراری که اینها در مورد روابط آخوندها با سازمان امنیت دارن، پولهای کلانی که میگرفتن رو خواهد شد. شما اگر به خاطرات یا داشتهای علم نگاه کنید میبینید که تا چه اندازه خود محمد رضا شاه اصرار داشت که پول در میان آخوندها پخش بشود و اونها رو راضی نگه دارن. بنابراین درست است آقای مکارم شیرازی و بخش بزرگی از روحانیون که امروز این چنین یا در دوران انقلاب 57 این چنین ضد سلطنتی بودن، از دستگاه امنیتی جمهوری، از دستگاه امنیتی رژیم گذشته پول می‌گرفتند، وفاداری نسبت به سلطنت نشان می‌دادند. فراموش نکنید نخستین کتابی که آقای خمینی نوشتند کتاب معروفی است به نام کشف اسرار که به نادرست به عنوان کشف الاسرار شناخته شده، پاسخی است به کتاب اسرار هزار ساله یکی از روحانی زاده های قوم. و در این کتاب هیچگاه در دوران جمهوری اسلامی بازچاپ نشد. چرا؟ چون در این کتاب بارها و بارها گفته که ما وفادار به پادشاهی بودیم، ما روحانیون اندرزگوی پادشاهان بودیم. البته در جایی هم گفته که در این کتاب که ما به هیچ روی موافق حکومت فقیهان نیستیم، ما حکومت فقها را نمیپذیریم، و این کتاب هیچگاه چاپ نشده. بنابراین درست میفرمایید بسیاری از این آخوندهایی که بعدها برگشتند و ضد پادشاهی شدند، اینها خودشون تا بن استخوان وابسته بودند، پول میگرفتند، زندگی های راحتی داشتند، البته بعدها توجیه کردند که تقیه میکردند و این کار را انجام میدادند برای که در زمان مناسبی بتوانند حکومت پادشاهی رو در ایران براندازند. دروغ میگن و این تقیه هم شده یک بهانه برای دروغگویی. آقای مکارم شیرازی هم از شمار چنین آدم هایی بود، خیلی ها در رده های بالای حکومت از جمله همین آقای جنتی، آقای مشکینی، عکس های اینها هست، پیکر های اینها هست که تا کمر رو لا شدن مقابل شاه یا هنگامی که شاه به موقع این به حرم امام رضا رفته بود، اون مقاله معروف کسی که بعدها از خمینی میخواست، نماینده اول تهران، اجازی که بگو خودت هستی، خودت هم خدا هستی یا امام زمان هستی،
آقای حجازی یه مقاله‌ای در روزنامه مجله آستان قدس نوشته هنگامی که رضا پهلوی اون موقع کودک خردسالی بوده از دست پدر دستش از دست پدر خارج میکنه به طرف زریح میره. خب کنجکاو بوده ببینه این توی این زریح چیه. مقاله نوشته در مورد اینکه این رضا چگونه به سوی رضا رفته و چگونه این رضا سمبل اسلام در ایران خواهد بود و چیزهایی از این دست. همین آدم بعدها مدعی آیت الله خمینی شد. بنابراین من هیچ گونه اصلا تعجبی نمی کنم که امروز پیکره آقای مکارم شیرازی رو شده باشد. بسیاری از اینها فردا هم اگر اوضاع عوض بشود به گونه دیگری خواهم بود. اجازه بدهید من این مثال تاریخی خدمتتون بزنم. میدونم که طولانی صحبت کردم. دو نفر از روحانیون برجسته ایران به نام ملا احمد نراقی و سید محمد اصفهانی به نام محمد مجاهد آمدن و فتحعلی‌شاه قاجار رو با فتوای خودشون وادار کردن که جنگ دوم ایران و روس آغاز بشه و رفتن در پیشاپیش سپاه ایران، البته بلافاصله عقب‌نشینی کردن و جنگ دوم ایران و روس رو آغاز کردن. ایران کشته های زیادی داد و سرانجام به دنبال این فتوا پیمان ترکمانچای بر ایران تحمیل شد و بخش های بزرگی از خاک ایران، خاصخیزترین بخش خاک ایران اون زمان در قفقاز از ایران برای همیشه جدا شد و ایران به پیمان ترکمانچای تن درداد. جالب اینجاست هنگامی که سپاه روس برای اجرای پیمان ترکمانچای حتی پس از پیمان ترکمانچای به سوی تبریز آمده بود، بزرگترین آخوند تبریز در اون ایران به استقبال باسکوویچ یا فکر کنم باسکوویچ بود رئیس نیروی نظامی روسیه که به ایران آمده بود رفت مقابل اون گاو گوسفند قربانی کرد و خطبه به نام نیکولای پادشاه روس خواند و از او خواست که آذربایجان رو هم به روسیه ملحق بکنه. یعنی از یک سوی آخوندها فتوای جنگ با کفار رو دادن، از سوی دیگری آخوند دیگری آمد و به نام نیکولای پادشاه کفار خطبه خواند و از رهبر نظامی روسها خواست که آذربایجان رو هم بخشی از پیمان ترکمانچای بکنه. این از این نمونه ها ما در تاریخ خیلی زیاد داریم و فکر نمی کنم که برنامه امشب من و شما کفاف چنین گفتگویی رو بدهد. بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما همینطور آقای امینی. بفرمایید. من یک سلام یا درود به خصوصی برای آقای امینی دارم، برای که من مدت های زیادی همیشه با گفته های شما مخالفت داشتم و بعضی وقتا هم هنوز یکی دو داشت تو مغزم هست، ولی عکس العمل های شما، عکس العمل های ناخودآگاه شما پشت دوربین اون شخص به شخصیت واقعی شما پی بردم و وقتی آدم اینقدر بتونه به هم نزدیک بشه اون وقت متوجه میشه که اگر شما عقیده شخصی تون رو دارین راجب مثلا دکتر مصدق یا رضا شاه میگید یک کینه به خصوصی رو به کار نمیبره، شما دارین اونی که میدونید دارید میگید، حالا حتی با همه اطلاعات که دارین شاید هم اشتباه باشه شاید هم نباشه، ولی راجب این میخوام اعتراف کنم که شخصیتی که شما از خودتون نشون دادید اونم ناخودآگاه بود. برای یک بار چند دو ماه پیش برای چند لحظه ارتباط برنامه شما قطع شد، آقای پیمان هم کارگردان بودن و وقتی که برنامه دوباره شروع شد یعنی ارتباط برقرار شد من احساس کردم که شما یه مقدار با احساسات نه که عصبانیتی در شما من ندیدم، ولی با یه حالت احساسات گفتین که ایشالله این اتفاقی بوده و هرچی. بعد این موضوع گذشت، چند دقیقه بعدش که صحبت از اون تموم شد حتی گفتین که من شوخی کردم. این نشون داد که شما یه آدمی هستین که رو افکارتون کنترل سیاسی ندارید، یعنی اونی که هست به قول ترکا بجوش واردیه. همون باعث شد که من فاصله من با شما که مثلا اگه یه مایل بود حالا بشه یه متر و نیم، اینقدر من به شما نزدیک شدم. خب این هم هیچ بال و پری نیست من برای شما بدم. از طرفی بنده در مقابل مطالعاتی که شما کردین چون وقت میبره اینا به همینجوری که شما راجع به هر چی بپرسن جواب میدید، یعنی اون
حافظتون پره، چجوری پر شده مطالعه کردید. بنابراین من نمیخوام ادای، چون پدر بزرگ منم از کشتیگیرای معروف خراسان بود در زمان رضا شاه، بنده نمیخوام اون حرم اون بزرگتر کوچکتری رو یه جوری ابین ببرم که بیام بخوام از شما که مثلا کشتیگیر معروف هستین بیام تقاضای کشتی کنم، ولی آرزو دارم با شما اول پشت تلفن صحبت کنم و بعد اگر اجازه دادید بتونیم از طریق همین تلویزیون اندیشه با هم یه صحبتی داشته باشید. و میدونم شما در شخصیتی هستین که با اینکه میگین من محقق تاریخ هستم و کی هستم و پدر شما خدا بیامرز کی بودن، با این حال ما را به عنوان یه هموطن شاید قبول داشته باشیم که بتونیم با هم چالنجی بکنیم که دیگران از صحبت ما بتونن یه بهره بهتری ببرن. ممنونم از برای که خلاصه بکنم وقتتون رو، از آقای کاظمم سپاسگزارم از این کاری که کردن. و این اینه که برادر آقای هویدا در داکیومنتری که برای گوگوش تهیه کرده بودن برگشت گفت مرشد دکتر مصدق مخالف پادشاهی نبود، فقط میخواست پادشاهی سنتی باشه. حالا من از شما اینو بعدم جواب بدین، نه تو این برنامه، که آیا سنتیش منظورش بود 150 سالی بود که خود ایشون هم باش بار اومده بود که مثلا ناصرالدین شاه سرسره بازی کنه، آقای سدریان بره پلو انگلیسا به شام بشینه اونجا مثلا برای خودش هر کار داری بکنه. من فکر میکنم هر کی میگه رضا شاه دیکتاتوره که دروغ هم نیست، اگر دیکتاتور بوده برای که مقابله میکرده با آدم های بسیار سختگیر و به اصطلاح نمیتونم بگم موذی و متقلب. اونجا حالا هنوز من به اونجا نرسیدم سند بیارم، ولی به این دلیل آدم ها میتونن بشن فردگرایی رو به خودشون میپذیرن، میدونن که مردم بهشون میگن اجازه بدین رکیک داد که تو چرا زرچوبه رو نکوبیده وارد نمیکنی که یه شغلی اینجا ایجاد بشه، و در ضمن این ارزی که میره به هندوستان به جاش چیز زرچوبه تقلبی نه استخون مرده ما نخوریم. آقا اجازه بدین من خیلی با شما صحبت دارم، مثل کوچیکم مهدی فامیلم برومنده، سپاسگزارم. اگر امری دارید از تلویزیون گوش میدم. قربون شما برم، مرسی، تشکر از تلفنتون. و بعد دوست ما گفتن خیلی کوتاه میخوان صحبت کنن، ولی مثل برحال ببخشید نه به گفتگوی امروز نمیپردازه پشم، برای این بخشی از فرهنگ ماست که شما راجع به هر موضوعی که برنامه داشته باشید برحال همیهنون میان و حرف دل خودشون رو میگذارن. من چون سفر زیاد میکنم میبینم در سخنرانی های خودم هم همین هست. این یه گرفتاری بزرگی است که ما داریم که هنوز یاد نگرفتیم درباره موضوعی که مورد گفتگوست وارد بحث بشیم. من از ایشون اولا بسیار سپاسگزار هستم، از این لحنی که به کار بردن و از این خلوصی که نشون میدن. ما باید به راستی در جامعه ایران بتوانیم از دیدگاه‌های گوناگون، از پیشینه‌های مختلف با هم نزدیک بشیم، با هم گفتگو کنیم، با هم روابطی داشته باشیم رایزنانه، بدون درگیری، بدون ناسزا گفتن، چون سرانجام هم آینده ایران آینده‌ای خواهد بود که در اون هواداران پادشاهی، هواداران جمهوری، طرفداران مصدق، هواداران چپ، هواداران همین نوع اندیشه‌ای که امروز در ایران هست همچنان باقی خواهند ماند. به همین ایالات متحده آمریکا نگاه کنید، به کشورهای اروپایی نگاه کنید، بناست که در مورد کانادا صحبت کنیم. 10 سال یک نخست وزیر بسیار کنسرواتیو و کانادا چیره بوده، یک باره دگرگونی اساسی در کانادا میداده. هیچ کسی هم به زندان نخواهد افتاد و شاید 5 سال دیگر هم گروهی که برکنار شده دوباره سر کار بیاد. باید ما بتوانیم در کشورمون بدون ناسزا، بدون درگیری درباره مصدق، رضا شاه، محمد رضا شاه درباره رویدادها گفتگو کنیم و بتوانیم به داوری بنشینیم و گریبان همدیگر رو نگیریم و ناسزا هم به هم نگوییم. از این جهت از شما سپاسگزار هستم. اما این که میفرمایید که زندیات هویدا، برادر هویدا، فریدون هویدا، ایشان گفتن که مصدق هوادار یک پادشاهی سنتی بوده، مصدق در نوشته‌های خودش هم گفته طرفدار پادشاهی مشروطه بوده. حالا اسمی رو سنتی بگذاریم یا نه نمیدانم. اجازه بدید که برنامه امروز رو بر نگردانیم به این گفتگو و در جاهای دیگری حتما من
کوشش خواهم کرد که از راه دیگری با شما تماس بگیرم و از راههای کاردان و سپاسگزار مهر شما همیهن گرامی هست. خب آقای امینی عزیز، ایرانیان که در سالهای پیش نزدیک 37 سال پیش گروه گروه به خارج آمدن و بسیاری از جوانانمون در خارج به دنیا آمدن و بسیاری از فرهیختگانمون و آمدن به خارج از کشور و به دانشگاه رفتن، تحصیل کردن، امروزه وقتی خبرها رو میبینیم که مثلا بسیاری از کسانی که در جای بسیار حساسی مثل ناسا کار میکنن ایرانی هستن، در بسیاری از کشورهای اروپایی حتی به مقامات دولتی آمدن، الان در سوئد، در آلمان، در هلند، در بلژیک بسیاری از جوانان آمدن و مردان و زنان در دولت دارن کار میکنن، یعنی ولی فارسی صحبت میکنن و هنوز به ایرانی بودن خودشون مفتخر هستن و به فرهنگ ایران احترام میگذارن. و چمین دو سه روز پیش بود که انتخابات بسیار حساس کانادا انجام شد که به کلی همه چی عوض شد، یعنی یک حزب رفت و حزب دیگری آمد. و یک نکته ای رو من لذت میبرم از این که وقتی که کسی که انتخاب نشده و شکست خورده به قول بعضی ها در کمال ادب و نزاکت این شکست رو قبول میکنه و میگه که من دیگه نخست وزیر نیستم، کاری نیستم. یادمه که زمانی که در ایران اولین رئیس جمهور داشت انتخاب میشد، آقای مدنی، تیمسار مدنی کاندید بود، فرار کرد بعد از اینکه نشد. یا اینکه آقای بنی صدر با هواپیما با لباس مبدل آمد به پاریس و همینطور دیگران. و هیچ وقت ما رنگ و رخ انتخابات آزاد رو در این مورد اینهایی که مدعی هستن ندیدیم. اما داشتم نگاه می‌کردم، هیچ وقت نبود. بله، به حال بزرگتون عرض بکنم در انتخابات اخیر کانادا دو ایرانی رفتن به مجلس کانادا. بله. یعنی در مجالس محلی نخیر، در مجلس اصلی کانادا. و انتخاب شدن آقای علی احساسی و آقای مجید جوهری. همین دو روز پیش بود که من در برنامه بودم و انتخابات داشت انجام می شد و بالاخره لطف کردن آقای درمانی روی تلفن من تکس کردن که بله این دو نفر انتخاب شدن و بی بی سی باش مصاحبه کرده بود و هر دو فارسی رو بسیار خوب صحبت می کنن و از ایران. حالا آیا فکر میکنید که با انتخاب این دو نفر و عوض شدن حکومتی که دیگه شاید به اون شدت اون حزب قبلی که میخواست با ایران رفتار بکنه این حزب تازه نباشه و اون حزب قدیم یادتون باشه که اصلا روابط کانادا رو با ایران قطع کرد، یعنی سفارت کانادا در ایران نبود و سفارت ایران در کانادا نبود، اما مثل این که بسیاری از هموطنانمون به خصوص در شهرهای مثل تورنتو و غیره که ایرانی زیاده خیلی علاقمندن که رابطه برقرار بشه و همه دنبال یک جور مساله خودشون هستن، آیا به نظر شما بعد از انتخاب این دو نفر که شما حتما میشناسینشون برای اینکه خیلی خوب میشناسم صحبت کردیم، آیا فکر میکنید که بین ایران و کانادا باید رابطه برقرار بشه یا خیر؟ اجازه بدید که نخست یک سفر تاریخی برم برای که نکته رو اشاره کردیم. ما ایرانیان دارای یک فرهنگ اجتماعی تاریخی بسیار بسیار غنی و یک فرهنگ سیاسی بسیار ناتوان هستیم. در فرهنگ سیاسی ما خونریزی و براندازی و رفتارهای از این دست بوده و امروز هم هست. اشاره کردید به نمونه های تاریخی، فرار آقای بنی صدر، عرض کنم که چیزهای از این دست، راه دور نرویم. رئیس مجلس اسلامی و نخست وزیر دوران جنگ در زندان خانگی هستن. همین آقای روحانی اگر یک کمی کج بره رهبریشون رو احتمالا به خانه دیگری خواهد فرستاد. این گرفتاری سیاسی ماست. اما از نظر تاریخ فرهنگی ما یکی از تواناترین کشورهای جهان بودیم. ما تنها کشوری شاید باشیم، کشور تاریخی درازپا که درازمدت که
هر کسی که بر کشور ما چیره شده، ما اون نیرو رو جذب فرهنگ خودمون کردیم. مغولان رو ایرانی کردیم، سلجوقیان رو هوادار فرهنگ و زبان فارسی کردیم، از تیمور هواداران خط نستعلی و چاپ ببخشید گراورسازی شاهنامه ساختیم و همچنین تا به امروز. از دل این فرهنگ این همه ایرانیانی که به خارج یا گریختن یا به هر روی به خارج کوشیدن یا در خارج به دنیا آمدن، امروز در کانون اقتصاد و سیاست و زندگی اجتماعی بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان هستند. من در این سفرهایی که میکنم میبینم خیلی از اونها رو در سوئد، در آلمان. دوستی در آلمان به من میگو اگر پزشکان ایرانی تبار یک روزی در آلمان دست از کار بکشن، نظام پزشکی آلمان خواهد خوابید. در همین ایالات متحده آمریکا در بلندپایه‌ترین شرکت‌های این کشور، در ساختارهای سیاسی، در ساختارهای اجتماعی، ایرانیان و ایرانی تباران دارای جایگاه بسیار بلندی هستند و همه اینها از این فرهنگ تاریخی غنی ما و از توانایی‌های ایرانیان برمی‌خیزد و خیلی از اینها بر ایران آینده تأثیر خواهند گذاشت. فراموش نکنید که شمار اندکی کسانی که به خارج از ایران رفته بودند و درس خوانده بودند، اینها مدرنیته رو به ایران معرفی کردند و انقلاب مشروطه رو پایه گذاشتند و دولت مدرن رو در ایران ساختند. حالا امروز ما 2-3 میلیون ایرانی درس خوانده و آشنا با دست کم 20 تمدن پیشرفته جهان رو در پیش روی خود داریم که اینها می توانند در آینده ایران تأثیر بسیار زیادی بگذارند. اما برگردیم به مسئله کانادا. به نظر من انتخابات کانادا رو باید پدیده مثبتی دانست، هم برای داخل کانادا و هم برای روابط خارجی کانادا. تا حدودی می توان گفت که در کانادا پس از اینکه دولت بوش در ایالات متحده آمریکا دورانش به پایان رسید، نخست وزیر کانادا این پروژه آقای بوش رو در کانادا ادامه داد و نتوانست، یعنی تغییری که در آمریکا شد و آقای اوباما سر کار آمد، در کانادا روی نداد. امروز به نظر می آید که کانادا به سوی مسیر تا حدود زیادی توجه به رفاه اجتماعی در داخل کشور، نگاه بسیار خوشبینانه نسبت به مهاجرین خارجی و همچنین در سیاست خارجی دوری جستن از یک رشته ماجراجویی های نظامی در کشورهای مختلف گام بردارن. داوری من درباره بهبود روابط کشورهایی مانند کانادا، ایالات متحده آمریکا، کشورهای اروپایی با ایران شاید داوری باشد که مورد پسند برخی از بینندگان شما قرار نگیره. من بر این باور هستم که روابط دیپلماتیک بهتر و بهبود روابط کشورهای دموکراتیک در جهان با ایران به سود مردم ایران است، به سود حکومت نخواهد بود. تجربه ویتنام رو شما مقایسه کنید با کوبا، که کوبا تازه آمریکا وارد روابط دیپلماتیک و اقتصادی با این کشور شده، در حالی که ویتنامی که آمریکایی‌ها 53,000 کشته در اونجا دادن و میلیون‌ها ویتنامی رو کشتن، بخشی از روابط تجاری بسیار نزدیک آمریکا شده بود و به بهبود زندگی اقتصادی در ویتنام و حتی گشایش سیاسی جامعه ویتنام یاری رساند. این گشایش روابط اقتصادی گشایش سیاسی رو هم به دنبال داره. فراموش نکنید در دورانهای گذشته همواره تندروترین آخوندها با هر گونه روابط اقتصادی میان غرب و ایران مخالف بودند. مخالفت اونها با قرارداد رویتر نه به دلیل جنبه‌های استعماری قرارداد رویتر، بلکه به این دلیل بود که میگفتن اگر راهن به ایران بیاید زنهای ما رو هرزه خواهد کرد، خارجی ها پاشون به ایران باز میشه، مردم ایران رو فاسد خواهند کرد. همین واکنش امروزی جمهوری اسلامی نسبت به ماهواره، نسبت به روابط اینترنتی، نسبت به سفر حتی، همه اینها نشانی از این است که حکومتیان دچار بیم و هراس از این گسترش روابط هستند. گسترش روابط به سوی باز شدن جامعه ایران، به سود روابط فرهنگی و نزدیک شدن مردم با یکدیگر و به زیان تندروترین جریان‌های جامعه خواهد بود که تردید نداشته باشید که در مقابل اون مقاومت خواهند کرد. تصور نادرست عمومی این است که اگر کانادا فردا
سفارتی در ایران ایجاد بکند، این دولت جمهوری اسلامی رو تقویت خواهد کرد. خیر، این به روابط نزدیکتر دولت‌های غربی با حتی مخالفان ایران، با روشنفکران، با جوانان ایران خواهد انجامید. و از دیرباز این سفارتخانه‌ها و نیروهای خارجی در ایران اگر کار درستی انجام بدهند، یکی از سرپناهان مخالفین در ایران بودند و به سود جامعه ایران بوده که چنین مراکزی وجود داشته باشند. این است که من هوادار بهبود روابط هستم. به هر روی این روابط گسترش پیدا خواهد کرد، چون ایران بازار اقتصادی بزرگی برای اروپا و کانادا و ایالات متحده آمریکا به شمار می آید. چه بهتر که این روابط با کشورهای غربی دموکراتیک باشد، یا به جایی که با کشوری مانند روسیه یا چین باشد که الان هست، که هیچ ارمغان فرهنگی به کشور ما نمی آورند. حکومت‌های خودکامه مانند ایران هستند، در حالی که این ارمغان فرهنگی این سوی بهتر خواهد بود. هرچه ایرانیان بتوانند آزادانه تر به ایران سفر بکنند، در دگرگون کردن ارزش‌های فرهنگی جامعه، ارزش‌های اخلاقی جامعه، معیارهای سازماندهی جامعه و بسیاری از ارزش‌های دیگر مفید و مؤثر خواهند بود. و از این رو باید گفت که بسیار بسیار ارزشمند است اگر این روابط گسترش پیدا کند. من این انتخاب این دو جوان ایرانی رو، البته جوان حالا به هر روی، دو ایرانی بسیار توانا رو در این زمینه بسیار شادباش میگم. یکی از اونها رو از نزدیک میشناسم و دیگری رو از دور، و بسیار خوشحال هستم که چنین رویدادی در کانادا اتفاق افتاده. ممنونم از لطف و محبتتون. تمام خطوطمون اشغاله، من با خطوط صحبت میکنم. خواهش میکنم در همین زمینه‌ای که صحبت کردیم صحبت بکنن و کوتاه، برای اینکه بتونیم با تعداد بیشتری از دوستانمون صحبت بکنیم. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید آقای کاردان. جانم بفرمایید. ببخشید. قربون، سلام عرض میکنم. در مورد گفتار آقای امینی میخوام عرض کنم که من با یه مورد ایشون موافقم، و اون در زمینه این هست که ایشون با سلطنت در ایران موافق نیستن، من هم نیستم. ولی موضوع دوم این که در مورد شاهزاده رضا باید عرض کنم که ایشون راه اشتباه میرن. ایشون چند وقت پیش از ایرانی ها اجازه بدید. من خواهش کردم که راجع به مسائلی که مربوط به برنامه ما میشه از اول تا حالا صحبت بکنیم. شاهزاده رضا پهلوی در همین تلویزیون روزانه 2.5 ساعت برنامه دارن که محبت میکنید باشون تماس میگیرید و ممنونم، و ایشون هم به تمام عقاید و نظریات احترام میگذارن. عقیده هر کسی به خودش مربوط میشه. بیایم یک کاری بکنیم که وقتی که من یک مهمان عزیزی را آوردم در برنامه و ایشان مطالبی رو عرضه میکنن، ما از وجودشون و از اطلاعات این مهمان عزیز استفاده بکنیم، نه مطالب دیگری رو عنوان بکنیم. عذر میخوام، از منم ایراد نگیرید که خط و قطع میکنم. من مجری برنامه هستم و باید مسیر برنامه رو رعایت بکنم و به خودم این حق رو میدم که کسانی که مسیر برنامه رو، ببخشید آقای امینی عنوان میکنم، از خطی که داریم میریم جدا بکنن، برای که برنامه های متعددی در تلویزیون اندیشه هست. من میهمان شما هستم و خواهش میکنم. ممنونم. بفرمید. خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که من در مورد سیاست خارجه خواستم بگم که ببینید 19 نفر ایرانی رو الان کشتن، مرنوز خاک کردن کجا. این حکومت من سوا میدونم، حکومت اسلامی حاکم بر کشور ایران رو با ایران سوا میدونم، هیچ کاری هیچ اعتراضی نتونستن بکنم. ایشون میفرمایند در طول تاریخ ما همه رو چرب فرهنگ کردیم، تیمور و مغول. نه آقا، ما محافظ کار و ترسو بودیم و اونا رو اومدیم تاجتر خودمون کردیم. اصولا آقای امینی حرف یاد میزنن، من به اینکه فقط پیشون دوست دارن داستان بگم، خوشون تاریخ دان کردن. یک دفعه کاملا اینوری یک فر اینوری، ایشون رو اصلا اتفاق نداریم. شما حالا حرفایی که تا بدانن باش. مرسی از مطلبی که فرمودید. بفرمید. خواهش میکنم.
آقای کامل دوست من شما همچنین آقای امینی مهمون برنامه تون ارکان خدمت چون شما صدای تلویزیون تون خواهش میکنم کم کنید بعد با ما صحبت کنید بفرمید خواهش میکنم من دانیال هستم ارکان خدمت چون که ببینید راجب مهمتر خبری که آقای امینی هم راجبه صحبت کردن یعنی واکنش خامنه ای من توجه شما رو به این جلب میکنم که اگه اینو به عنوان یه نمایش سریالی نگاه کنید درست در جایی که پوتین وارد صحنه شده و بشار اسد هم دیشب توی سفر به اصطلاح قایم موشکی بودم با چراغ خاموش به طرف به اصطلاح به دیدار پوتین رفت و از این امامزاده توقع شفا و معجزه داشت توی یه هماهنگی علی خامنه ای هم درست از جایی که میخواست به اصطلاح این برجام و برصورت امضا بکنه ایشون هم دقیقا توی این داستان یه مقدار خب هم یه تفاهم قبلی بود و یه به اصطلاح یه صحنه‌سازی قبلی بین پوتین و بشار اسد و خامنه ای و همین که یه مقدار از این صحنه جدی شده بود و اومد با کلی اما و اگر و به اصطلاح شرط و شرطای جدیدی گذاشت ظاهرم بخاطر اینکه هیچ کدوم از رده‌های رژیم من اجازه بدین عذر میخوام ازتون. شما سوالی دارین یا دوست دارین که من ازتون دعوت کنم به برنامه تشریف بیارین و راجع به مسائل صحبت. اگر سوالی دارین 30 ثانیه‌ای میخوام لچگیری بکنم و نه اجازه بدین تلفن رو که میگیریم که دوستانمون میخوان سوال کنن، ولی اگر دوستان ما اطلاعاتی دارن من با کمال میل زنگ بزنین دعوتشون میکنم اظهار عقیده بکنن، ولی از اینکه بخواید مطالبی رو با نظریاتتون رو عنوان بکنید به نظر من جاش نیست. بفرمید خواهش میکنم. درود بر شما آقای کاردان عزیز. درود آقای کاردان، شما چندین بار اشاره کردید و از هم میهنان عزیز خواستید که در رابطه با موضوع برنامه صحبت کنم و اینها توجه نکردند. من خواهش میکنم که از این به بعد هر کس این کارو نکنه شما تمام تلفن رو قطع بکنید. چشم. این بهترین کاره، یعنی شما سه بار تذکر دادید، این دیگه کافیه. خوش. من درود میفرستم به آقای امینی که با این اطلاعات ارزندهشون ما رو در حال باعث میشه که ما افتخار بکنیم به ایشون و خیلی خوشحال میشیم که هر برنامه دو ساعته ایشونی که من تماشا میکنم فکر میکنم که حدودا 100 تا کتاب خوندم و این خیلی ارزنده است و خیلی جای سپاسگزاری داره. دوم اینکه در مورد مسئله کانادا خواستم خدمتتون صحبت بکنم که دولت کانادا در واقع دلیل اینکه قطع رابطه کرد با جمهوری اسلامی بر مبنای کشتن خانم خبرنگاری بود که جمهوری اسلامی خانم زهرای فکر میکنم کاظمی بود شنو کشتن. شما در جریانش هستید و هیچ نوع اطلاعاتی هم به دولت کانادا ندادن و پسرشون هم در اینجا شکایت کردن و این شکایت به جایی نرسید و بعدش هم عوامل جمهوری اسلامی در سفارت اینجا در واقع یک لانه تروریستی و جاسوسی بود. اینها شما اگر می رفتید به این سفارت خونه که من رفته بودم تشخیص ندادم که سفارت ایرانه، بعد دیدم اونجا همه عربی صحبت می کردن و عکس های تروریست هم زده بودن توی همونجا، همه هم آخوند بودن و من فکر کردم تکیه هست و سوال کردم که میخوام برم سفارت کار دارم و دم آقایی که عربی صحبت میکرد فارسی ما صحبت کرد و گفت همینجاست. من خیلی واقعا شگفت زده شدم این چجور سفارتی است که گویا جمهوری اسلامی چون به ایرانی اعتماد نداره این لبنانی ها و این سوریه و اینا اهالی اونجا ها رو الان میذاره توی سفارت خونه های خودشون در خارج از کشور. این یکی از اون بدبختی های بزرگتر ما ایرانی ها هستش که در حال چنین حکومتی رو ما نگه داشتیم. ممنونم از لطف و محبتتون. اجازه بدید از این حال بوده و در آینده هم این روابط چندان نمیشه پیش بینی کرد که بسیار خوب باشه. چرا؟ چون جمهوری اسلامی که هست همون محتوا است و همون گرفتاری ها رو داره و بنابراین ما مشکلات هم خواهیم داشت. ممنونم از لطفتون، بسیار محبت کردیم، خودتون هم همه اشغال. اجازه بدیم آقای امینی صحبت کنیم. بفرمایید. برار برجام با این تفاهمی که ایجاد شده امروز دیگر دولت‌های غربی هیچ بهانه‌ای برای اینکه موضوع حقوق بشر رو به کانون فشار بر ایران
تبدیل کنن نخواهند داشت، چون در اون زمینه‌ای که بیم و هراس داشتند از اینکه ایران دست به سلاح هسته‌ای پیدا بکنه، دست کم این رو کاهش دادن، حالا بر پایه آن چیزی که میدانیم یا زمان برای خودشون خریدن. امروز به داوری من دولت‌های دنیا و فشار مخالفان حکومت جمهوری اسلامی هم باید این باشه، هیچ بهانه‌ای برای فشار نیاوردن به حکومت در مورد رعایت حقوق و کردن زندانیان سیاسی، بیرون آوردن کسانی که در زندان‌های خانگی هستند، آزادی روزنامه‌نگاری و چیزهای از این دست آمریکا دیگر نیست که برای آزادی 4 شهروند خود که 3 نفر از اونها ایرانی تبار هستند اقدام نکنه. دولت کانادا هم میتواند با ایران روابط دیپلماتیک آغاز بکنه، ولی به داوری من باید این دولت اگر در راستای سیاست داخلی هوادار گسترش و بهبود روابط انسانی است، این رو در مورد ایران هم رعایت بکنه. امروز شما نگاه کنید که یک پیمانی عملا به وجود آمده میان یک دولت شیعی در عراق که اساسا با ایران نزدیک است، زیر سایه ایران هست، دولت اقلیت علوی در سوریه و دولت ایران و به رهبری اتحاد، یعنی اتحاد جماهیر شوروی سابق که امروز روسیه نام داره، چون تمام رهبرانش مال همون دوره عملا بازگشتن و حالا ناسیونالیست به روس شدن. اما نکته جالبی در اینجا هست که خیلی از همیهنان نمیدانن، امروز در سوریه ما با یک درگیری جدی میان علویان و سپاه روبرو هستیم، چون سپاه در میان شیعیان علوی سوریه که اینها 12 امامی هستند سخت در حال کوشش برای 12 امامی کردن اینها هستند و میان رهبران علویان و هواداران جمهوری اسلامی درگیری به وجود آمده. این آمدن دولت روسیه به سوریه برای این نیست که بشار اسد برای همیشه باقی بمانه. به داوری من روسیه در سودای این هست که با توانا کردن دولت بشار اسد و بازپس گرفتن بخش‌هایی از خاک سوریه از دست مخالفان زمینه‌ای رو فراهم بکنه که در گذار از دولت بشار اسد موقعیت دولت طرفدار بشار اسد یا هواداران بشار اسد رو به عنوان پایگاه آینده خودش تضمین بکنه، چون به هر روی واقعیت راستی این است که بخش های کنار مدیترانه در سوریه در دست دولت بشار اسد است و این پایگاه دریایی بسیار مهمی برای دولت روسیه خواهد بود از راه دریای سیاه. و از این رو من فکر نمی کنم دولت بشار اسد ماندنی است، من فکر کنم بشار اسد خواهد رفت، ولی با شرایطی که روسیه تحمیل خواهد کرد بشار اسد خواهد رفت. و دولت ایران هم یک شریک در واقع پولی در این کار هست. گمان نکنید که دولت روسیه بهایی به این موضوع میدهد که ایران رو در سوریه تقویت بکنه، و چه بسا که درگیری های هم با خود ایران به وجود بیاید. اما نکته ای که این همیهن گرامی اشاره کردن و دیگران درست است، ما باید همچنان انتظار داشته باشیم از دولت های خارجی که بر مسئله حقوق بشر در ایران پافشاری کنند، اصرار داشته باشند در مورد آزادی زندانیان سیاسی، در مورد آزادی روزنامه‌نگاری، آزادی سفر ایرانی تباران که با پاسپورت های کشورهای دیگر به ایران می روند امنیت داشته باشند و چیزهایی از این دست. بهانه دیگر در مقابل دولت های خارجی نیست که بگویند ما فعلا می خواهیم پافشاری کنیم بر مسئله هسته ای. این کار انجام شده است، تفاهم صورت گرفته. امروز باید موضوع حقوق بشر رو به کانون فشار بر ایران تبدیل کرد. ممنونم از لطف و محبتتون آقای امینی عزیز. فقط 1.5 دقیقه وقت داریم که صحبت بکنیم. تمام خطوط ما اشغال، متاسفانه نمیتونم باشون صحبت بکنم و ممنونم از توجهی که ببخشید بینندگان عزیز ما به برنامه ها میکنن و به میهمانان بزرگواری که در برنامه هستن. ممنونم از شما آقای امینی عزیز. من فقط یک نکته رو خدمتتون میگم. اشاره کردم به یک آخوندی که در تبریز به استقبال قوای روس رفت بعد از شکست ایران در جنگ دوم ایران و روس، اسمش بود سید یا شیخ فتاح.
و همون آدمی است که بعدها با امیر کبیر هم گرفتار درگیری ایجاد کرد و ماجرای خیلی بزرگی داره. اگه برنامه دیگری شاید با شما در این باره گفته بکنم. با کمال میل. بسیار ممنون میشم که باز هم شما رو در برنامه اندیشه با دوستان ببینم، برای اینکه شما از دوستان خوب اندیشه هستید. ممنونم از لطف و محبتتون و ممنونم از شما که توجه میکنید به این برنامه ها، از آقای پیمان کارگردان فنی و به خصوص از کسانی که توجه ویژه دارن به برنامه های تلویزیون اندیشه. شبها و روزهای خوبی برای همه آرزو میکنم، به امید دیدار.